محفل فراغت شماری از حافظان قرآن عظیمشان در ولایت کندز برگزار گردید. مولوی محمد الله عادلی، یک عالم دین در کندز، در مراسم گفت امروز از مدرسه دارالحفاظ انوار القرآن هشتن از حافظان قرآن عظیمشان بعد از یک دوره حفظ قرآن عظیمشان فراغت حاصل نمودند. وی از این حافظان خواست که تنها با حفظ قرآن عظیمشان اکتفا نکرده و راه آموختن علم، خصوصا علوم دینی را ادامه دهند. 8 نفر حافظ قرآن کریم و بسیار با تلاش های شبانه روزی خود با زحمات استادای مجرب اینها حفظ قرآن کریم را خلاص کردند و هدف ما این است که حافظ قرآن کریم تنها به حفظ اکتفا نکنه، بلکه علم دینی را هم باید فرا بگیرند، چون این مدرسه و این مرکز علمی هدف های بسیار بزرگ داره. ما همیشه هدف های خود هم شعار های خود هم همیشه نوشته کردیم که هدف ما نسل تقدیم کردن نسل آگاه و متعهد به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق فقه اسلامی می باشه. از سوی هم مولوی غلام رسول قانی، امیر تعلیمات اسلامی در ولایت کندز، فراغت نافذان را تبریک گفته گفت که در ولایت کندز مدارس های رسمی بیشتر وجود دارد و از حکومت و مردم خواست تا از مدارس ها و دارالحفاظ ها حمایت نموده و جوانان را برای فراگیری علوم دینی تشویق نمایند. آقای نظامنگ در ارزو ده چه امارت اسلامی الحمدلله پا درست شود که بالخصوص زمان در کندز پا ولایت که نور رسمی مدارس دی آقای نظامنگ در خواهش تا چودی تنها اکتفا پا در حفظ بانینه که اغا مدارسو که چه الحمدلله کتابونو لستل که دوی دی راسی عملان دی آلتو داخل وخلی خپل درسون دی وای. در همین حال یک تن از اشتراک کنندگان در این محفل از راه اندازی این گونه برنامه های دینی در این ولایت قدردانی نموده، میگوید که در تعلیم و تربیه جوانان والدین نقش اساسی را دارند و از تمام والدین میخواهند که فرزندانشان را به راه علم و دانش تشویق نمایند. توصیه ما برای مردم می است که اطفالشان از اطفال نازنینشان در مدارس بگذارند تا اینکه اونها حافظ کلام الهی شوند و قرآن کریم را یاد بگیرن و برای مردم یاد بتن و این خودش کلان اجر داره. از سوی دیگر شماری از حافظانی که از این مدرسه فراغت حاصل نمودند میگویند که حفظ قرآن کریم یکی از آرزوهای دیرینه آنان بوده تا قرآن عظیمشان را حفظ نمایند که سرانجام توانستند در مدت کوتاه قرآن عظیمشان را حفظ نمایند. آنان از دیگر جوانان نیز میخواهند تا در راه کسب علم و دانش بکوشند تا در آینده بتوانند به وطن و ملت خود مصدر خدمت باشند. خوشحال هستم و خوشحال به این هستم که قرآن کریم چون کلام الله است حفظ کردیم. ما باید تنها به حفظ قرآن کریم اکتفا نکنیم، ما باید اگر به علوم دینی علاقه داریم علوم دینی را زیاد پیش ببریم، اگر به علوم عصری چون کشور ما تنها به علما حفاظ و علمای دینی نیاز دارن، چون به دکتر، انجینر و دیگر کسایی که در عرصه اقتصاد کشور دارن. گفتنی است که در حال حاضر در مرکز و ولسوالی های این ولایت بیشتر جوانان علاقمند فرا گرفتن علوم دینی هستند و حکومت باید در راستای فراهمسازی سهولت های آموزشی این جوانان را یاری رسانند. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.